بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیزم. من بنده مؤمنه به خدای جهانیان سید فاطمه روحانی هستم. در مورد سوالات شما که بعد از خوندن قرآن براتون پیش میاد میخوام توضیح بدم. و در مدت 22 سال قرآن نازل شده بر مبنای اتفاقهایی که افتاده و حوادثی که به وجود اومده یا راهنمایی هایی که به پیامبر خداوند کرده برای کارهایی که باید انجام میدادن. چرا مدت 15 یا 20 روز بخونید؟ اینم سوال میشه که برای چی توی مدت بخونید. چیزی که به ذهنم رسید رو دارم خدمتتون میگم که اگر شما سالها حموم نرفته باشید، دچار زخمای پوستی، سیاه، جرم گرفته و بوی بد، موهای چسبیده به هم، این چیزها رو ظاهر این چنین داشته باشید، اگه یه سطل آب بهتون بدن و بگن که خودتون رو بشورید با یه سطل آب، آیا پاک میشید یا بیشتر در هم میشید و کلافه تر؟ در صورت که شما رو باید توی یک استخر آب تمیز و با همراه با تابش نور خورشید بندازن و شما خودتون رو بشورید. دقیقا مثل این میمونه که شما یک آیه دو آیه رو بخونید اما ما بقیه رو ندونید چیه. اساتیدم فرمودن که آیا میشه خداوند بشری رو که با این سیستم خلق کرده اونو همینطوری به این سیاره بیاره و بندازه و بره؟ مشخصاً که نه. یک، قرآن شناسنامه خداست که با خوندن آن خودشو به بشر میشناسونه، بشر رو هم به خودش میشناسونه، یعنی به بشر میفهمونه که چه چیزهایی برات لطمه داره، چه چیزهایی برات منفعت داره و از چه چیزهایی ساخته شدی. تکرار مکررات قرآن بر مبنای شستشوی ذهن بشر در مدت کوتاهه و این یکی از معجزات خداوند به وسیله قرآن. البته کمونیست ها از این روش برای افرادی که به اونا وصل شدن سالهاست استفاده کرده که اونها رو ابتدا توی یک اتاقی که به اسمش قرنطینه است قرار میدادن در گذشته ها و ازش پذیرایی میکردن این یک ماه و کتاب های متعدد رو بهش میدادن از افراد کمونیست که اونا میخوندن. ذهن از ذهان قبلیش، یعنی ذهنیات قبلش پاک میشد، این عقاید جایگزین اون میشد. خداوند فرمودن که قرآن هم به همین صورته که با خوندن اون هر کس با به زبون خودش بخونه بفهم که از ترس ها، رنج ها، شک ها، بیماری ها نجات پیدا کنه و با خدا آشنا شه و ذهن شستشو کنه، شستشو داده بشه. زمان شوروی سابق، اون اتحاد جماهیر شوروی، من بچه بودم دیگه، این چیزا رو یادم میاد، به هیچ وجه قرآن پیدا نمیشد هیچ کجا از این کشورهای کمونیستی، فقط به همین علت بود. وقتی شما با خداوند آشنا بشید هر چیزی که سبب رنجت، آزارت میشه تبدیل به امنیت و آرامش و شفا، رفاه، رهایی از عقاید پوچ میشه. خب اینجا رو پیش داوری نکنید، گوش کنید تا آخر به حرفام و بعد. چیزی که من فهمیدم این که امواج و انرژی های منفی برای کائنات منفی نیست،
هر یک کارهایی رو ایجاد میکنه و نیروهایی که هم طیف خودش جذب میکنه، این نیروها متعلق به رفاه بشر نیست، برای بشر آسیبه. به همین علت برای بشر شده نیروی مثبت، نیروی منفی، که مثبت از خداست، منفی از نیروی تخریب، یعنی تخریبی که به بشر میزنه نه به کائنات. خداوند درون ماست و به وسیله انرژی او، اراده، قدرت تفکر، تولید و در هر عصری علوم برتر از گذشته و بیماری ها، کشف داروها و این برتری انسان بر ملائکه، خلقت و تولیدش. در این مورد چون ملائکه یک ابزار دارن، تولید و ایجاد، و شامل قوه جاذبه نمیشن، بعد زمان هم ندارن، اما بشر در هر عصر و قرونی با وسیله برق و کاربود نوری و خاکی خود دستگاه‌هایی به مانند خود را ساخته، مثل ربات، تلفن و و، یعنی هر چیزی که بشر آرزوش رو داشت و نیازش رو داشت، این رو به منصه ظهور رسوند به وسیله انرژی برق. مثلا صاحب خوب می‌دویدن تا دم در خونه، در خونه رو باز می‌کردن، گفتن دقل با یه که تق 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 در می‌زد. اما الان خب با اف اف میگن کیه، حالا که تصویری شده و و فرمودن که بشر باید بتونه انرژی خدای درون رو به بیرون اتصال بده، که از طریق حواس ششگانه و مخصوصا صوت ممکن میشه و کمک خواستن از خداوند. و چون انرژی کل هست و به همه کائناتش متصله، با آدمی از طریق ذهن و حواس ششگانه میتونه ارتباط داشته باشه، نیروهای مثبت رو انتقال بده، نیروهای منفی رو قطع کنه. من این تجربه رو در مدت 30 سال داشتم با افراد دیگه. اساتیدم فرمودن که بشر بعد از بلوغ 3 ماه یک بار باید افکار گذشته پاک شه و فرمایشات خداوند به او وصل شه. چند سال پیش این رو براتون توضیح بدم. چند سال پیش آقای رو دیدم که ایشون از کلاس‌های معبد طبیعی انگلیس می اومد و مغزش، سلول‌های مغزش کوچیک شده بود. من به ایشون گفتم که شما که تحصیلات عالیه دارید، این همه کتاب خوندید، کتاب قرآن رو هم بخونید. مثلا اون موقع می گفتیم تو مدت 1 ماه بخونید و انشالله شفا پیدا می کنید. بعد از ایشون سوال کردم که شما از کی اینجور هستید؟ گفت من بیماریم و این حالتام از زمانی شروع شد که برادرم رو بهش زنگ زدم، یه شهر دیگه بود، که بیا برای من کاری شهری که من هستم انجام بده. برادرم اومد بین راه تصادف کرد و فوت کرد و من سالهاست خودم رو مقصر میدونم که من این کارو کردم. البته ایشون قرآن رو خوند و شفا پیدا کرد و حالا هر جای دنیا که هست انشاءالله که باشن، به سلامت باشن. فرمودن که همه چیز از تولید و تجزیه به وجود میاد. بوی خوش اعصاب ما رو آروم میده، آروم میکنه، آرامش میده. این انرژی اوله، مثل بوی گل، چون خداوند انرژی اوله و پس از خداوند ملائک. عطر بزنید که گیرندگی خداوند رو داشته باشید و به وسیله ملائک هر آنچه که بعد از تولید شدنه هست وصل، و هر آنچه که بعد از تولید شدن بوی اون به مشام میرسه، تجزیه اونه، که بوی بد مثل جسد، گندیدن میوه ها و یا تجمع گازهای فشرده مثل گازهای شهری، تبدیلات مدفوع و گاز اون، مکانها، افراد، و اگر هم طیف اینطور انرژی ها بشویم، نیروی منفی جذب میشه.
مثل این میمونه که ببینید همه جا طبقه بندی انرژی هاش، از سطح زمین تا آسمان، از سطح زمین تا درون زمین، تا عمق زمین. مثلا شما چرا توی دستشویی غذا نمیخورید؟ خب به خاطر امواج و گازی که هست، چون برای هر عملی برای بشر به وجود میاد که انجام بده یه جایگاه خاص داره، اون جایگاه خاص اختصاص به گاز خاص داره، بوی خاص داره. مثل اینکه میمونه توی آشپزخونه شما کاری رو انجام بدید، آشپزخونه جایگاه غذا درست کردنه یا حالا غذا خوردن، اما تو دستشویی نمیتونید بخوابید. و یا کارهای دیگه، هر چیزی، هر مکانی یه جایگاهی داره، یک عملی در اونجا انجام میشه و یک نوع گاز و بوی خاص داره که اثر موجودیت اون کاره. میگن هر چیزی یک نوع گازی ازش تراوش پیدا میکنه، هر آدمی بوی یک چیزی رو میده که اون عمل رو انجام میده. این همه دنیای انرژی هاست، بو هم خودش یعنی انرژی. مثلا شنیدن صدای موسیقی، هر آنچه عذر میخوام اینو اشتباه گفتم، شنیدن صدای موسیقی، هر آدمی به صدای جذب میشه و آرامش میگیره. خود من پیانو، طبل آفریقایی و سنتور رو خیلی دوست دارم و این صوت، این آهنگ ها رو خیلی دوست دارم. ببخشید. وقتی سوال کردم، اساتیدم فرمودن که تو از این نوع اصوات خلق شدی، به همین علت جذب میشی و موسیقی در هیچ زمانی از بشر جدا نبوده، چون خلقت صوتی اون از آن موج ها بوده. بعضی ها از گیتار خوششون میاد، از ویالون خوششون میاد، از نی زدن خوششون میاد، اینا همه روی اون طول موج به وجود اومدن و جذب میشه. بعضی ها از بوی ترش و شیرین یا مخلوطی از این میفرمان که خداوند صوت را برای ارتباط داشتن با خودش و کائناتش و خط را برای ارتباط برقرار کردن و آموختن بشر خلق فرمود. خط یکی از قوی ترین قانون تجلی است که بعد از صوت برای بشر قدرت اجرایی در کائنات داره. حتما سوال میکنید که موسیقی حرامه؟ حالا من چیزهایی که به ذهنم میرسه رو تکرار میکنم. به من فهمدن خیر، اصلا این چنین نیست. مثلا نه عطر که میگن اگه عطر رو بوی مرد نامحرم به فهمه حرام میفتی جهنم، این نیست. جهنم خود اونا، جهنم افکارشونه، جهنم اعتقاداتیست که به وجود آوردن مدت 600 سال و ما ایرانی ها رو این چنین به عقب نگه داشتن، در صورت که همه ایرانی ها همه دارای استعدادهای قوی هستن و خودمونم میدونیم کی هستیم. نه موسیقی حرامه، نه بوی خوش حرامه، چون خلقت بشر از اینها بوده. خب چرا ما بوی بد میگیم اوف حالا به هم خسرم، درد گرفت، وای دلم اینجوری شد؟ یا از صدایی که خیلی آزاردهنده، برای بعضی آزاردهنده است، برای بعضی نیست. بعضی خیلی جذب میشه. مثلا من موسیقی هایی که نمیدونم اسمش چیه، راک چی هست که صوت های خیلی بالا داره، خب نمیتونم تحمل کنم. بعضی از موسیقی که خیلی لایت و آرومه، مثلا این آهنگ دبوسی هست، خیلی زیباست که با پیانو زدن، یعنی واقعا من حس میکنم که صدایی از آسمانه.
صدایی از آسمانه. اینها همه مشکلاتی بود، معضلاتی بود که برای ما مدت عمر مادران ما همه ما رو محبوس کردن در اعتقادات بی خود خود که اگر پا پیش بزن همه رو بدهکار کردن به اماما که شما هر کاری میکنید، چون میدونستن که بشر از بوی خوش نمیتونه جدا شه، بشر از موسیقی نمیتونه جدا شه، چون از اینا خلقت شده. به همین علت گفتن آها اگر این کار رو انجام بدی میری جهنم، خب پس بیا متوسل شو به اماما، بعد اماما برای تو شفاعت میکنن پیش خداوند و خداوند میبخشه تو رو. خدا به تو چی کار؟ من بارها مادرم میپرسیدم خدا رفتگان شما رحمت کنه، مادر منم رحمت کنه. میگفت تو کی اساسا خدا صدا تو بشنوه؟ سالها با خودم دست به یقه بودم من کیم، بر چی آوردید من دنیا که فقط ببرید جهنم؟ آخه چرا؟ چه گناهی کردم که زن اومدم دنیا؟ چه گناهی کردم که همه دارم اصلا آهنگ گوش میدم، من نباید گوش بدم که اگه گوش بدم میفتم جهنم؟ و و و اینا را همه به یاری خداوند در برنامه های بعدی براتون ضبط میکنم انشاءالله به یاری خداوند. ببینید هیچ کس نمیتونه به من لطمه بزنه، چون مأموریت دارم این حرفا رو بزنم، این کارا رو انجام بدم. و ما همه اسیر دروغ‌ها و خواسته‌های کشورهای دیگران شدیم و عمال اونها که توی ایران به اسم آخوند اومد. در سابق ما کل ایران هر دهاتی یه امامزاده داشت، نمیدونم چقدر بود، یا شاید مثلا یه دهات بزرگ امامزاده داشت، اون دهاتای خیلی کوچیک هم چیزی نداشت، همه میرفتن سر وقت اون امامزاده. حالا هزاران هزار امامزاده پیدا شده فقط به خاطر این که مردم از خدا جدا شن، پول توی اون ذریع بریزن، اینها راحت زندگی کنن، دیگران هم که هم از خدا دور هستند و چهار استراب‌های شدید، یعنی هر کس که با من صحبت کرد میگم من از استراب دارم میمیرم، ترس، وحشت، بیپولی، عدم امنیت، اصلا یعنی واقعا همه چی، هر چیز بد الان تو ایران موجوده. جهنم واقعی ما یعنی ایرانی ها دارن تجربهش میکنن. در رابطه با موسیقی که من سوال کردم از اساتیدم، فرمودن که مگه حضرت داوود پیامبر بزرگوار خداوند نبود؟ حضرت داوود با صوت، با موسیقی، با شادی ستایش پروردگار رو میکرد. در اون بعد از زمان خداوند این چنین ملت رو خلق کرده بود که بر روی طول موجهای موسیقی خداوند رو عبادت میکردن با اون وسیله. الان به این صورت، خب اگر خب من زبور رو خوندم، کتاب بسیار زیباییه، شما هم برید بخونید، همینجور که دارم توصیه میکنم قرآن رو برید بخونید، برید روش شکرگزاری رو یاد بگیرید، روش ارتباط برقرار کردن رو یاد بگیرید، و اگر واقعا آهنگ موسیقی بد بود چرا پیامبرش این کار رو بکنه؟ چرا پیامبرانش این کار رو بکنه؟ در برنامه های بعدی انشاءالله در مورد حضرت سلیمان خواهم گفت، با ارتباط با شیاطین و اجانینی که داشت و کارهایی که اجانین براش انجام میدادن، یعنی نیروهای پوشیده، نیروهای قدرتمند پوشیده که خداوند در قرآن فرموده که از معابد و مساجد، معابد و ظروف و نمیدونم کارهای سنگینی که بشر نمیتونست انجام بده و حضرت سلیمان انجام میداد، از ایشون میگم که چجور ارتباط برقرار میکرد با اینجور نیروها. و حالا این چی شد که برای حضرت داوود موسیقی حلال بود، برای ما حرام شد؟
و توضیح میدم که ارث چی بوده؟ مهریه، طلاق، ازدواج، تعهد، ثروت، فقر، سلامتی، ملائک، جن، شیاطین، معاد مخصوصا معاد که خودم وقتی یک چنین چیزی رو متوجه شدم به شدت، یعنی واقعا حیرت زده شد، تا 3 روز منگ بودم که خدایا یعنی چی، یعنی حقیقتی که وجود داره اما کسی نمیدونه. دروغ، عدل، ستم، داشتن وجدان، نداشتن، دزدی، نیکوکاری، حجاب، شراب و و همه اینها بر مبنای حقیقت و منطق خدمتتون عرض میکنم. مطلب دیگه ای هم که فهمیدن که مطلب خیلی مهمی بود که من امروز میخوام خدمتتون عرض کنم، به این مطلب کاملا توجه کنید. فرمودن که احکام قرآن باید بر مبنای پیشرفت علوم بشر و حقوق بشر باشه، پیشرفت علوم و حقوق بشر، توجه فرمودی. مثلا آیا الان زمان بردهداریه؟ نه، پس این قانون متعلق به اون زمان بوده و اصل قرآن وصل شدن به انرژی های خداونده، ارتباط برقرار کردن با خداونده، فهم از خداونده. و هر کشوری باید با فرهنگ خودش، قوانین خودش با قرآن هماهنگی داشته باشه. فیسبوک هم مشکل به وجود اومده با یوتیوب و تلگرام. ببخشید تلگرام که نه، من ارتباطی ندارم، اینستاگرام و توییتر و یوتیوب وارد شید و به دوستانتون هم بگید. باز هم خدمتتون میگم مطلب این نیست که در هر کشوری قانون اسلامی باشه، یعنی قانون اسلام که در اون زمان بوده. اولین مطلب اینه که شخص ارتباط با خداوند پیدا کنه، خداوند رو بپرسته، نیکوکار باشه، یعنی برای خداوند گام برداره. اما قوانین اون مملکت، فرهنگ اون مملکت باید پیروی بشه از فرهنگ اون مملکت. ما نمیتونیم فرهنگ ایرانیا رو تبدیل به فرهنگ اعراب کنیم، این یه واقعیتیه. انشاءالله که موفق باشید، به خدای رحمان میسپرم.